جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در پیام روز شکرگزاری به آمریکاییان اطمینان داد دولت او سرانجام در نبرد علیه اپیدمی کرونا با برنامه‌ای که برای توزیع واکسن آن تدارک دیده است پیروز می شود جزئیات بیشتر در گزارش فرهاد پولادی آقای بایدن از هموطنانش خواست امید را از دست ندهند و منتظر پیروزی باشند. امید واقعی وجود دارد امیدی کاملا ملموس بنابراین صبور باشید تسلیم خستگی مفرد نشوید میدانم تحمل خستگی مفرد دشوار است اما در این حال اطمینان دارم می این ویروس را شکست بدهیم آمریکا در این جنگ شکست نخواهد خورد من به شما قول می دهم به زندگی معمول باز خواهیم گشت در همین حال پرزیدنت ترامپ نیز در مراسم سنتی اف که غذای سفره آمریکاییان در روز شکرگزاری است خواستار صبوری مردم شد و تاکید کرد واکسن ضد بیماری کرونا در راه است days, of... آمریکا همواره و از زمانهای بسیار دور سرزمین استقامت و پیروزی عزم و اراده توان با قدرت و پایبند به وفاداری و ایمان بوده است ما تا کنون در تحمل دشواری ها صبور بوده ایم و حالا نتیجه آن را می بینیم واکسن های ضد کرونا یکی پس از دیگری برای توزیع آماده می شوند دو شرکت عظیم داروسازی فایزر و مدرنا از موفقیت نتایج آخرین مرحله آزمایش های بالینی واکسن کرونا در مورد بیماران کرونایی خبر دادند و میگویند ثمر بخشی واکسن ها بیش از 95 درصد بوده است. هر دو شرکت برای توزیع واکسن‌هایشان در سطحی گسترده در سراسر سر کشور منتظر مجوز اداره فدرال غذا و دارو هستند که اطمینان از ایمنی و سلامت مردم در رأس اولویت‌های آن است فرهاد پولادی سر آمریکا